در روزه قلب جز گل عشق مکار. اینجا پالتوکست، صدای تالار باهای فارسی رو میشنویم با میزبان این ساعت شما لحظه. خدمت خانم اولیا روحی‌زادگان، نویسنده کتاب اولیا استوری. خانم روحی‌زادگان، بسیار خوش آمدید به نشست ما و متشکرم که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار اتاق باهای فارسی قرار میدید. تشکر از شما و شنوندگان عزیز. بله، خیلی ممنون هستم از شما. دوستان عزیز، دوستانتون رو به اتاق دعوت بکنید، چون گفتگوی بسیار جالب و استثنائیش با خانم روحی‌زادگان. ملکا مقصودا، به چه لسان تو را شکر غافل بودم، آگاهم فرمودی، مورز بودم بر اخبار تأیید نمودی، مرده بودم از آب حیام زندگی بخشیدی، پیش مرده بودم از کوثر بیان که از قلم رحمان جاری شده تازگی عطا کردی. پروردگارا، وجود کل از جودت موجود، از بحر کرمت محروم مفرما، و از دریای رحمتت من مکن. در هر حال توفیق و تأیید می طلبم و از سماع فست بخشش قدیمت را سائلم. توی مالک عطا و سلطان ملکوت بقا. خانم روحی‌زادگان، برای دوستانی که با ایشون آشنا هستند که تو نیاز به معرفی نیست، دوستانی که بار اول هست با ایشون آشنا میشن، ایشون از همبندان ده خانم شیرازی بودند که در سال 1983 در ایران متاسفانه به دار آویخته شدند به لحاظ اعتقادات مذهبیشون. از دوستان خواهش میکنم اگر سوالاتی دارن از خانم روحی‌زادگان، فرصت بسیار مناسبی هست که با ایشون در میون بگذارن. خانم روحی‌زادگان، شما الان سال هاست که از این واقعه میگذره در واقع، ولی در واقع هر روز به نوعی این واقعه برای شما یادآوری میشه به لحاظ افرادی مثل ما که نمیگذارن به اصطلاح شما قدری از این حادثه دور بشید. دوستان تازه وارد، با خانم اولیا روحی‌زادگان هستیم، نویسنده کتاب اولیا استوری. میشه بفرمایید که احساس شما چطور هست درباره
ده بانویی که همبند شما بودن در سالهای آغازین 1980 و همگی متاسفانه اعدام شدن. من همینطوری که قبلا گفتم حقیقتا همیشه تأسف میکنم برای که انسانهایی بودن این ده تا خانم ها، نه تنها ده تا خانم ها بلکه متجاوز 250 نفر از بهائیان که از بعد به انقلاب تا کنون به درجه شهادت رسیدن و اینا حقیقتا همشون زندگی رو دوست می داشتن. با کمال تأسف باید عرض کنم که حق حیات رو از این مظلومان و بیگناهان و بیدفاعان گرفته شد و حق آزادی بیان و حق زندگی. و خیلی خیلی تجدید خاطرات برای من سخته و همینطوری هم که الان ملاحظه میکنین هنوزم 7 نفر از یاران بهایی در زندان هستن و تجدید خاطرات و لحظاتی که من با او دوستان بودم فراموش نمیکنم. و یه روز بازجو که ما را محاکمه میکرد خیلی همطور که قبلا عرض کردم اگرچه من شکنجه جسمی نشدم ولی روحی زیاد بود، 14 سال 16 ساعت و همچنین حدود 1 ماه از خانواده ما هیچ خبر نداشتیم. من طوری حالم برای چون ما غذای کافی به بدن نمیرسید، هوا نداشتیم توی سلولی که 6 در 4 دو تا سلول بغل هم بود که به هم راه داشت، مثل یه راه مانندی بود و 100 نفر ما زندانی با گروه های سیاسی و از همه نوع که به قول خود اونا جرمای مختلف داشتن با ما در سلول بودن. بله. خب بر اثر همون ضعف جسمی و شکنجه های روحی و دوستای ما که بعضیاشون شکنجه جسمی می شدم تحملش سخت بود و من در اتاق محاکمه بیهوش شدم. بعد که به هوش اومدم باجوی که منو محاکمه می کرد یه فیلم متوجه شدم، گفت بلند شد از زمین ببرم سلول. نگاه کردم یک قلمی روی میز افتاده بود که مربوط به یکی از هم بندان خودم بود که با هم محاکمه می شدیم، با خانم اشراقی بود، با رویا دخترشون، با آقای اشراقی و در روزه دشار در 20 نفر از آقایون شیرین داروند بود و خیلی مهشید نیرومند، خیلی از این مسجونین که با هم هم بند بودیم. این قلم رو از رو زمین برداشتم چون برای اولین بار چشمای من نبست، گفت که میدونم نمیتونی ضعف داری، بلند شد چشمتم نمیبندم. بعد یه قلم رو برداشتم گذاشتم رو میزش، گفتم برادر امیدوارم که این قلم تو در راه حق و حقیقت استفاده در این عالم تو بازجوی منی ولی در عالم بعد اونجا خدا هست که قضاوت میکنه. حیف نیست وقت خودتو داری اینجوری واقعا مصرف میکنی؟ برای چی این کارا رو میکنی؟ و بهش گفتم من به جان 3 تا فرزندم قسم میخورم که کوچکترین کینه و عداوتی در قلبم احساس نمیکنم، برای که فکر میکنم مثل یه مادری هستم برام و تو بچه هستی که نمیدونی داری چه کار میکنی. به جایی که این کارا رو بکنی، آدمای بیگناه زن و مرد رو بردی اینجا داری شکنجه میکنی، برو تحقیق کن، برو ببین اینا جرم اینا چه بوده، گناه اینا چه بوده. در عالم بعد تو بازجوی من نیستی، خدا هست که قضاوت میکنه، برای عالم بعدت هم بذار. البته این بازجو یه خورده تر تاثیر قرار گرفت، هیچ وقت یادم نمیره برگش گفت حتی خانم یلدایی هم که ما خیلی شکنجهش دادیم اونم دعا میکنه. گفتن به جان بچه ها خانم یلدایی دعا میکنه، خانم زاهرپور برای شما دعا میکنه، تمام بهایی ها برای شما دعا میکنن شما هدایت بشید. آخه تا کی؟ 20,000 شهید برای شما کافی نیست؟ بسه. و باور کنین به حق قسم هیچ وقت فراموش نمیکنم، میگفتم خدایا این جهنمی که منو آورده اینجا به چشم دیدم کی میدونه که اینجا چه میگذره؟ این میدونه که آدم های بیگنا فرق نمیکنه یا مسلمون یا بهایی، هر کسی به هر دلیلی گرفتن، خب بهتره که برن
واقعا مردم با هم دوستانه بشینن صحبت بکنن، به جای که اگر اون طرف معتاد مداواش بکنن، البته بودن یه عده هم معتاد بودن، مسلمانانی که واقعا دخترای جوان اعتیاد پیدا کرده بودن، اینا بیچارا کم بوده محبت یا هر چیزی که من نمیتونم قضاوت کنم در این مورد، ما دلمون میسوخت، به اینا مواد نمیرسید، نعره میکشیدن، اینا رو ما میرفتیم کمک میکردیم، تشنج به اینا دست میداد. سخت بود دیدن این منظرها، واقعا کشنده بود و همیشه اون درد رو تو دلم هست. بودم خدایا در عوضی که مردم وقتشون رو بذارن برای واقعا محبت به هم دیگه، یه خدمتی به هم دیگه، حیف نی؟ خب این اختر ثابت که میتونست در بیمارستان ها کمک بکنه به مردم، داشت خدمت میکرد. و همینطور شیرین دالوند یه تز دکتراش نوشته، شما اگر برای کسی بخونه، در دانشگاه نیوکاسل دارن تدریس میکنن. این رفته بود تز دکتریشو با چون رشته جامعه شناسی داشت، رفته بود با معتادین تماس گرفته بود که مشکل شما چیا، همه اظهار کرده بودن کمبود محبت، یعنی افرادی که محبت میکردن به مردم، کمک میکردن. دکتر بهرام افنان با هم ما در زندان، دکتر قلب بود، یه جراح قلب بود، چطور ممکن آدم یه انسانهای پرمغز و کسی که داره خدمت میکنه فرق نمیکنه بهایی مسلمان، بابا مگه ما تو اداره نبودیم؟ بهایی بود، مسلمان بود. در اصل من خاطرات اینا خیلی برام درده و میخواستم یه روز این بازجوها رو التماس بکنم، قسمشو دادم، بابا نکنید، تو رو خدا نکنید این کارا، این کارا به نتیجه نمیرسید، عاقبتش چی میشه؟ الانم که این 7 نفر یاران بیگناه، کسانی که بودن واقعا مغزی بودن، من این چیز آقای سعید رضایی جوانی بود در ناحیه محله ما زندگی میکرد، بچه 15 ساله بود، گرفتنش 20 ساله از زندان آزاد شد، دو دفعه گرفتنش که چی؟ برای چی؟ بله خانم روحی زادگان، چه چیزی باعث شد که شما تصمیم بگیرید تجارب خودتون رو به صورت یک کتاب در بیارید؟ چون بسیاری هستند از کسانی که در حال تجربی دارند از وقایعی که اتفاق افتاده، ولی به لحاظی حالا یا فرصت نکردن یا به فکرش نبودن، کردن که مطالبشون به اون اندازه اهمیتی نداره که بازگو بشه. چی باعث شد، چه عاملی باعث شد که شما تصمیم بگیرید تجربیات خودتون رو به صورت کتاب در بیارید، کتاب اولیاز ستوری که در واقع به زبان انگلیسی منتشر شد بدون و بعد هم به یکی دو زبان دیگه ترجمه شد و به اصطلاح پایه اصلی فیلمی هست که آقای جک لنز داره روی این قضیه درست میکنه به اسم موناز درین؟ چی باعث این تصمیم شما شد؟ در حقیقت من همینطوری که قبلا گفتم، قصدم نه تجارت بود و نه شهرت بود و نه اینکه خدایی نکرده بخوام که نسبت به دولت ایران توهینی بکنم یا انتقام بگیرم. خدا را گواه میگیرم که من این لحظاتی که شاهد بودم صرفا به خاطر این بود که این خانوما از من خواستن و من به اینا قول دادم. قولی که دادم دیگه برای من بیش از هر چیزی ارزش داشت که من این راه رو برم، اهداف اینا رو دنبال کنم و به مردم بگم، به بیگناهی اینا رو به مردم بگم، بابا برید ببینید اینا چرا جونشون رو دادن. و چیزایی که گذشت به خاطر این بود که تکرار نشه، تاریخ تکرار نشه، مردم بدونن که در این زندان ها چه میگذره. در زمان هیتلر گفتن ما نمیدونستیم، ولی الان که مردم همه فامیلا بستگانشون همه رو آدم تو زندان هست، این فقط صرفا به خاطر این بود که خود همون بازجوها، خود همون افرادی که شکنجه میکردن اینا را بخونن، اینا را بدونن که جلو واقع نمیشه حقیقت رو گره، یعنی خداوند
امیدوار هستم هدفم که اینه که اون صلح، اون وحدت عالم انسانی و صلح جهانی که اهداف این دیانت و آرزو و هدف این بهایی ها هست در دنیا برقرار بشه، همه با نهایت صلح و صفا با هم زندگی کنیم. مگه این دنیا چه ارزشی داره؟ برای که بود این پادشاه ها. یه روز یادم در زندان این خواهر خسروخان قشقایی پیرزن 80 ساله بود، خیلی 85 خیلی شکنجهش داده بودن، اوردنش جلو ما. برگشت این پیرزن گفت که من در به این بازجوها و شکنجهگر رو گفتم من زمان رضا شاه به خاطر میارم، زمان شاه هم به خاطر میارم، الانم خمینی در رأسه، او تموم شد دورش، اونم تموم شد، والا دور شما هم تموم میشه، یک کاری بکنین یه اثر خوبی از خودتون بذارید. و واقعا برای ما دردناک بود یه پیرزن 85 ساله شکنجه بشه به خاطر که کاکات کجا، برادرت کجاست. اینا دیگه زمان ظلم نیست، زمانیه که واقعا مردم دارن بله. برای ما سالا که اکتشافات و اختراعات میکنن. حالا در خانم. کشور مقدس ایران جایی که مظهر ظهور ظلم واقع شخصیه، دیگه تمام پیغمبرای وعده ظهور رو دادن، حیفه. ببینیم بالا عوضی که بکشین و زجر بدیم، بگیم اینا چه بله. میگن، اقلا بدونین اینا چه میگن. خانم روحی زاده کنم، دوستانی که با ما هستن الان 41 نفر اینجا هستن و بیشتر مشتاق شنیدن تجربه های شما هستن. امیدوار هستم که دیگران هم از این کاری که شما کردید، یعنی به رشته تحریر در آوردن این تجربتون، درس بگیرن، الگویی بشه براشون و اونها هم تجربه خودشون رو برشته یه تحریر در بیارن، چون این نکات، این تجربه ها در آینده سندی هست برای مورخینی که میخوان برگردن و به این زمان نگاه کنن. این هست که بسیار من به نوبه خودم از شما متشکرم به خاطر این کار و امیدوارم که این کار برای دیگران هم الگویی بشه. همیشه من این آرزوی من بود، همیشه تشویق کردم دوستانی که با هم در زندان بودیم، هم بند بودیم، حتی خیلی از مسلمانان بارها من اینا رو در انگلیس دیدم، به من گفتن که ما نوشتیم مشاهدات خودمون ولی جرأت نمی کنیم، می ترسیم که منتظریم که وقتش برسه، زمانش برسه اینو بست کنیم. به هر حال همون نوشتنش خوب، آدم از حقیقت بترسه. خب اون دیگه مسئله شخصی خودشون هست، ولی همینقدر که بنویسن و اینها از بین نره باز هم خوب هست. خانم روحی زادگان، بله بله بله، خانم روحی زادگان، چطور شد که این خانم ها از شما این خواستن؟ شما در حال آزاد شدن بودین؟ چون کتاب شما رو که میخوندم یه نکته بسیار جالبی بود که زمان شما رو بردن برای بازجویی و مشخص نبود که شما برای بازجویی رفتید، آزاد میشید، مشخص نبود و شما یک صابونی با خودتون داشتید و به این خانم‌ها گفتید که اگر من آزاد شدم این صابون رو به وسیله اون پاسدارها برای شما میفرستم. زمانی که این صابون به دستتون رسید بدونید که من آزاد شدم. آیا نشانه‌ای بود از اینکه شما آزاد میشید که این خانم ها از شما خواستن که این تجارب رو بنویسید؟ این جریان رو اگر یه مقدار توضیح بدید. من باید حقیقت رو اعتراف کنم، حالا هر کسی به اعتقاد خودش باور داره یا نداره یا تجربه کرده یا نکرده، بله. اون به اشخاص مربوط میشه. بله. من 3 ماه قبل از اینکه زندانی بشم در عالم رویا حضرت عبدالبها، پسر حضرت بهاءالله رو زیارت کردم. بله. و همین زندان سپاه پاسداران رو به من نشون دادن. بله. فرمودن بیا با هم همسایه بشیم. و در عالم خواب فرمودن ولی من تو رو حفظ. من این خوابی که دیدم، روز بعدش پدر من در حدود 90 سالش بود در اون موقع، هیچ وقت یادم نمیره، اومد خونه ما، گفتم پدر من یه خواب خیلی خوبی دیدم. حضرت عبدالبها فرمودن بیا با هم همسایه بشیم. حالا شاید دلیلش اینه یه همسایه کسی میاد بهایی هست با ما همسایه میشه. پدر من خیلی مرد با تدبیری بود، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه تمام رفته بود. برگشت به من گفت دخترم
من تدبیر بکنم تو ناراحت نمیشی؟ گفتم که نه پدر. گفت که تو رجام حضرت عبدالبها زندانی شد، حضرت عبدالبها آواره دیار شد، تو به زودی زندانی میشدی، آواره دیار میشدی، در امتحان شدید میفتی، این در غم و بلایا شریط خودت کرده، ولی از طرفی هم فرمودن حفظت میکنم. بذار ببین اراده الهی چه تعلق میگیره. من بر اساس این بارها بارها در زندان، در زیر زمین، در راه روز اسلحه گذاشتن پشت کمرم، پشت گردنم، اینجا پشت پشت سرم و گفتن که حالا بگو باهایی نیستم میکشیمه. در قلبم بارها اون اعتقادی که داشتم میگفتم اراده خدا نباشه احدی برگی از درخت نمیفته. دلم محکم بود ولی به عنوان یک انسان ترس داشتم. میگفتم خدایا بار اله حضرت عبدالبها به من قول دادی، ولی الان اسلحه پشت سر منه. در هر صورت اینو من احساس قلبی ما حقیقت اینجوری رو میکنم که بدونید، ولی که حافظ من واقعا کسی دیگه بود و اراده خداوند، چون هر کسی به این مقام شهادت میرسه اینا منتخبین هستن و واقعا اینا انتخاب شده بودن. برید بخونید، مطالعه کنید، در هر ادیانی یک عده‌ای خداوند همون کسانی که به پیغمبری هم مبعوث میشن در حقیقت همین در نطفه اینا خلق شدن که به پیغمبری خدا مبعوث، اینا هم تقدیرشون این بود. ولی در حقیقت من بین همونطور که عرض کردم مرگ و زندگی بودم. بازپس وقتی حکم اعدام به من داد، بازجو حکم اعدام به من داد، وقتی که اومدم سلول و جریان رو تعریف کردم، چون ما وقتی که از بازپرسی و بازجو مرحله آخر بازپرسی و حاکم شهر تک تک می بردن برای محاکمه، مثل بازجویی نبود که من اتفاقا با آقای اشراقی محاکمه می شدم. مرحله بازپرسی بود که بازپرس وقتی که حکم اعدام هم به آقای اشراقی داد و خانمش و دخترش و به من داد حکم اعدام، من برگشتم سلول، شب بود، 4 صبح منو برده بودن، در روز ساده 8:30-9 شب برگردوندن زندان عادل آباد. طبق معمول اومدن دور بر من، گفتن چی شد؟ گفتم والا در حقیقت حکم من حکم اعدام دادن، ولی حالا نمیدونم تقدیر چی بشه. تا فردا صبح بود که وقتی که منو صدا کردم بعد گفتن که روی کاغذ هم نوشت که داد به شوهر من که شما اگر 900 هزار تومن پول بیاری خانومت آزاده. شوهر من گفت والا من پول ندارم که بخوام بدم و فلان و اینا، در هر صورت دیگه من بود از اتاق محاکمه بیرو در یه توال زندانی کرد با یه عده زندانی های سیاسی و بعد دیگه ساعت 8:00-9 شب بود که اتوبوس اومد و ما رو برگردون توی زندان عادل آباد. من جریان رو گفتم والا نمیدونم آزادم، نمیدونم اعدامم، ببینیم خدا چی میخواد. اینا شب تا صبح یکی یکی آته اومدن سلول من، چون ما سلولمون انفرادی بود ولی 3 نفر داخل سلول بودیم. هر که خواسته هاشو داشت، اگه آزاد شدی برای ما این کار کن، اگه آزاد شدی، مثلا طاهر خیلی بیتابی میکرد، طاهر سیاوشی که چیز نرس بود، گفته اولیه تو رو خدا اگر سندی خونه خواستن برو به امیر پسر امیر جمشید بگو، برای فکر من نباشن، اول جمشید شوهر منو آزاد کنن، چون خانواده که با هم بودن هر کسی زن به فکر شوهر بود، زن به فکر شوهر به فکر زن بود، در هر صورت یا پسر به فکر مادر بود یا مادر به فکر آزادی پسرش بود، چون یه عده رو با سند خونه آزاد میکردن یا پول نقد میخواستن. بعد به من گفت که تو رو خدا فقط سعی کنین جمشید که خیلی شکنجه شده اینو آزاد کنیم اگر آزاد شدی. گفتن باش حالا که ما نمیدونیم تقدیرمون چی میشه. تا فردا شد، فردا صبح ساعت 10:30 بود که از بلندگوی زندان اعلام کردن که اولیا روحی زادگان قسمت انتظامات، که من دادم که اون قسمت برای من خیلی دردناکه،
و هم شیرینه و هم تلخه، چون اینا هنون بالا هم و به من میگن برو بگو، برو داستان ما رو به دنیا بگو تا بدونن ما هیچ هدفی جز خدمت به عالم بشریت نداشتیم، ما بیگناه بودیم. و همینطور که اومدم پایین، میخواستم بیام پایین، گفتم پس طاهره من یه صابونش داده بود به من که روز قبل حموم کرده بودم، گفتم این صابون رو میبرم. وقتی که رسیدم اگه دیگه واقعا فهمیدم آزادم، میگم این صابون مال طاهره سیاوشیه، توی کیف پلاستیکی من هست، که ما که دیگه اونجا چمدون و اینا نداشتیم، یه کیف پلاستیکی بود که خرید میکنیم، این یه دست لباس داخل این فقط بود که این مربوط به طاهره سیاوشیه. و این طفلک، این دختر وقتی که اعلام دیگه، من البته خیلی هم منو نگه داشتن، پایین که رفتم یک آقایی بود به نام اسکرپور یا اسکرینه، حالا درست دقیقا یادم نیست، هر جا هست خدا اینو حفظ کنه، این کسی بود که خیلی به من کمک کرد. اونجا ماموری که بعد منو به اصطلاح بازرسی بدنی میکرد نبود، اون کسی که بعد منو از قسمت انتظامات تحویل میداد نبود، این خودش در اومد به یه خواهر یقین، یا آقای یقین پاسدار اونجا بود، این خواهرشم مأمور زنا بود، گفت خواهر این زندانی رو بازرسی کن که پدر پیرش در زندان از ساعت 4 صبح هر روز میاد منتظره که آزادی دختر شده بینه. گفت مأمور نیست، خیلی التماس این کرد، من همین نمیدم این مرد کی بود، هر کس بود که من روی این سینش خوندم به ای اس، خدا اونو حفظ بکنه. بعد گفت که خب بگری خود چیزی نیست، یا بازرسی بدنیش کن خواهر، اینم این یه کیف پلاستیکی داره تا گفتم پس این صابون رو بدین به طاهره سیاوشی اعلان کنی، که از بلندگو همین آقای اسکرپور اعلان کرد که طاهره سیاوشی بیاد پایین، این صابونی که به فلان اولیا روی زادگان داده بود صابونش رو پس بگیره، و با این کیفیت بود که من آزاد شدم. بله بله، بسیار خوب. دوستان عزیز، اگر سوالاتی دارید، موقعیتیه که با خانم روحی زادگان در میون بگذاریم. جناب زبط سود دستشون بالا هست، خانم تیفوری. خانم روحی زادگان، این کتاب شما به چند زبون تا حالا ترجمه شده؟ من به فارسی نوشتم، پسر من به انگلیسی ترجمه کرد، و در حال حاضر الان میدونی که انگلیسی، آلمانی، پرتغالی و اسپانیایی هم بله، به آلمانی پس به آلمانی ترجمه شده. بله به آلمانی ترجمه شده، ولی به فارسی هنوز پرتغالی. هنوز به فارسی هنوز منتشر نشده. بله فارسی عرض کردم آسونه، کاری نداره، به که اصلش هست. بله ولی منتشر نشده، این بود برای که دنیا بفهمن کمک بکنن. بله. هنوز در اون موقع هزارها باهایی در زندان. نه سوال من خانم روحی زاده، سوال من این هست که به فارسی منتشر نشده هنوز. بله خیلی خوب. دوستان عزیز، جناب زبط سوت در خدمت شما هستیم، سوالتون رو بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من متوجه نشدم یه قسمتشو که این زندان اوین بود. بعد سوال بعدی من اینه، غیر از این 10 نفری که این خانم باش بود، زندانی های دیگه ای نبودن؟ سوال بعدی من اینه، در این که به اصطلاح تو بازجویی، شعبه بازجویی میرفتن، درست چشماشون رو میبستن، ولی ایشون صداهای دیگه نمیشنیدن از بچه های دیگه، از مجاهدین، از پدائی ها؟ آیا در رابطه با اونا نوشتن؟ سوالم برای این که خودم کتابه رو نخوندم. بعد شما در رابطه با اونا چه اقدامی کردید؟ خوشحال میشم جواب بگیرم. من تمام. نبود. اجازه بدید خانم روی زاده کنم، من باید میکروفون رو بگیرم اول. سال اولشون جناب
ضبط صدای شما یه مقدار ضعیف بود، ممکنه سوال اول در تکس بنویسید. ایشون مثل که سوال اولشون این بود که آیا دیگرانی هم بودن غیر از این 10 خانم، چرا فقط این 10 خانم رو نوشتید؟ شاید به این دلیل بوده که این 10 خانم و شما همزمان دستگیر شدید در شیراز، زندان شیراز بود نه اوین. بله درست به خانم روحی صادقی؟ بله بله، این 11 خانم بودن که با هم شهید شدن. اول خانم زایر بود با پدر اونا محمود نجات که جوانترین بود، که در 12 دسامبر ایشون شهید شدن، و با آقای رحمت الله وفایی 3 نفر رو اول شهید کردن، و این 10 تا خانم رو با هم در شیراز. اینا مربوط به کسانی بود که در شیراز من هم بند بودم. و ایشون سال دوم ایشون است که متوجه شدم یه مقداری که میخواستن بفهمن که آیا با چشمان بسته. ما در حقیقت خود ما گروه بهایا در روز 16-17 نفر 20 نفر رو می بردن برای محاکمه، که همین آقایو و خانمهایی بوده که شهید شدن در محاکمات بودم. چشمای بسته ما رو می بردن، رو به دیوار نگه می داشتن، بهایی رو پشت سرمان می شدن و می گفتن حالا چشمنداتون رو باز کنین، قلم و کاغذ می دادن دست ما، گاهی به شفاهی و اکثرا با کتبی میپرسیدن و ما جواب میدادیم. و ولی در سلولی که بودیم، چرا با مجاهد بودیم، با تمام گروه های سیاسی بودیم، با اغلب زندانیان در سپاه پاسداران ما هم بند. بله، ولی کتابی که نوشتید تمرکز داره روی همبندان باهایتون. بله بله، ولی اشاره شده کسانی که با ما در زندان بودن، اشاره شده یه مقداری که... افرادی که مثلا یک خانمی بود طفلک، دختر خانم به نام اطرت، که مدتی هم با خانم زاهر بود در انفرادی بود، که وقتی شکنجه، هر دو شکنجه می شدن. و این دختر خانم اومد خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، به ما می گفت که من واقعا خیلی مضطرب شدم، خیلی شکنجه هایی که به خانم ظاهرپور می دادن، می مد لباسش با خونش عجین می شد، وقتی می خواست عوض کنه به من می گفت اطرت رو تو برگردون تا تو رنج نکشی، و شبابایی می ساد که من بخوابم که راحت باشن. که بعد دیگه خانم ظاهرپور هم اووردنش سلول عمومی و همو اطرت هم اووردن با زندانی های سیاسی، ما با هم در سپاه بودیم. بله، اجازه بدید خانم تیفوری رو بشنویم. خانم تیفوری خدمت شما هستیم. با درود فراوان به شما خانم رویزادگان و به تمام دوستان عزیز در اتاق. خانم رویزادگان، شما در کتابتون اشاره کردید به مناجاتی که البته خود مناجات رو ننوشتید. من اینجا یه جا میخوام ببینم آیا صفحش رو پیدا میکنم، ولی صفحش رو پیدا نمیکنم. بجرد اکثرا میخوند. من خیلی دنبال این مناجات گشتم، یعنی به عبارت دیگه دنبال شما میگشتم که این مناجات رو پیدا بکنم، که متاسفانه شما رو هم پیدا نکردم در اون موقع، برای اینکه اون رو میخواستم در داخل داستانی بیارم که نوشته، که راجب منا نوشتم. به هر مناجات دیگه رو برداشتم و به جای اون گذاشتم، ولی هنوز خیلی کنجکاوم. اگر شما میدونید اون مناجات چی بوده، یه جوری بتونم پیدا بکنم خیلی خوشحال میشم. ببخشید که وقت شما رو گرفتم. مایک آزاد. متشکرم خانم تیفوری. خانم روحی زادگان، این مناجات کدام مناجات بوده؟ مناجاتی که منا میخوندن این بود که دوست دارید الان برای شما بخونم؟ بله بفرمایید. این مناجات به این
صورت بود که از حضرت عبدالبهاء هو الله، ای خدای مهربان، از من به من مهربان تری، محبتت بیشتر و پیش. هر وقت یاد الطاف تو نمایم شادمان گردم و امیدوار شوم. اگر مضطربم راحت دل و جان یابم، اگر مریضم شفای ابدی جویم، اگر خائفم امین گردم، اگر ناامیدم امیدوار شم. ای رب الملکوت، قلب حزینم را امین فرما، چشمم را بینا کن، گوشم را شنوا فرما تا آهنگ ملکوت بشنوم و فرح و سرور ابدی جویم. تویی بخشنده و دهنده و مهربان، عبدالبها عباس. بسیار متشکرم خانم اولیا روحی زادگان. خانم طیفوری خود از نویسندگان هستند و حتما با ایشون آشنا هستید. ایشون بنگاه نهال رو اداره میکنن، از بنیانگذاران مازرنگی نهال هستن و از شما در تکست اینترنت تشکر میکنن. جناب شکیب خدمت شما هستیم، شما صحبتتون رو بفرمایید. دوستان دیگه اگر صحبتی دارید با خانم روحی زادگان فرصت مغتنمی هست. هرمز گرامی شما در تکس یکی دو سه سوال داشتید، خواهش میکنم شما هم میکروفون بگیرید. بفرمایید شکیب گرامی. بله، با سپاس از شما خانم لحظه از این همه زحمات و از اینکه حقیقتا این فرصت خیلی خوبی برای همه ما هم فراهم میکنید در همه مورد، و الان مخصوصا خانم روحی زادگان که اینجا هستن. برای من شخصا حضور خانم روحی زادگان اینجا خیلی معنی میده. اولا که کتاب ایشون اولیاز استوری توی شهری که ما هستیم، این کتاب ما چند سال پیش تهیه کردیم و شاید خانم روحی زادگان باورشون نشه که این کتاب رو صدها نفر، حداقل یک جلد کتاب، این کتاب حالا نمیدونم چند تا هست، ولی این یک کتابی که اینجا هست رو صدها دست به دست داره میچرخه. کتاب اگر ابتدا ما مالکش بودیم، الان اصلا نمیدونیم کجا هست و در کدام خود افراد نوبت میذارن و این کتاب رو کن، هم افراد غیر باهایی، خب طبیعتا انگلیسی زبان، و تأثیری که فی الواقع روح این کتاب بر خیلی از افراد گذاشته، تأثیری که مطمئنم چه از روح پاک اون افرادی که در زندان بودن، حالا چه باهایی چه غیر باهایی، و خود خانم روحی زادگان که اینجوری حقیقتا با فداکاری در نوشتن این خاطرات حرکت کردن، خدمت کردن و الان همچنان دارن ادامه میدن. یکی از این نظر. از دیدگاه دیگر برای من حضور خانم روحی زادگان اینجا خیلی اهمیت داره که یکی از اون 10 تا خانم که سیمین صابری هست، بالواقع خاله من بود در اون گروه از زندانیان، و درست شبی که اینها رو بالواقع اعدام کردن، روز شنبه‌ای بود که آخرین ملاقات رو همه ماها داشتیم با ایشون، و خب روز بعدش هم خبر اعدام اینها که اومد، بالا خاطراتی هست که اگر بعدم فرصت شد بیشتر راجع به صحبت میکنم. اما میخواستم خواهش کنم از خانم روحی زادگان اگر خاطره‌ای به طور مشخص از سیمین صابری دارن، خیلی برای من ارزش خواهد داشت. اینجا البته خانمم و دخترم که اسم اون هم در حقیقت به یاد همون سیمین هست، دارن گوش میدن به حرفای ایشون. ممنونم، میکروفون رها میکنم. خانم روحی زادگان در خدمت شما هستیم، بفرمایید. تمنا میکنم.
من سیمین جان رو قبل از اینکه دستگیر بشه خیلی خوب میشناختم، همیشه شاد و واقعا دختری بود که به آدم روح میداد. در زندان هم ما همیشه سیمین رو یک سمبل عشق و محبتی، هر وقت هر کنو از مسجونین بنا به دلیلی که واقعا انسان هستیم غمگین می شدیم، در خودمون می رفتیم و حاضر نبودیم که اشکامونو جلو هم دیگه بریزیم، سیمین متوجه می شد ما خیلی غمگینیم، فوری باعث شادی می شد، جوک می گفت، شوخی می کرد و خیلی شجاع بود. شجاعت سیمین واقعا در حد اینیست. من خیلی خیلی مطالبایی که میخواستم در این کتاب بیارم خیلی سخته که به قلم نمیتونه، یعنی قادر نیست به وصفش. بی نهایت سیمین شجاعت داشت، ترسی نداشت و یکی سیمین بود و یکی زرین مقیمی، هر دو حتی بازجوها میگفتن که این مبلغای شما این دو نفرن. مسئله تبلیغ نبود، مسئله مبلغ نبود، مسئله عشق بود، استقامت بود، شجاعت، مظلومیت در مقابل ظلم. و واقعا خیلی سیمین باعث روحیه ما میشد، باعث تقویت روحیه ما سیمین بود. بله بسیار خوب. دوستان دیگه، خرمز گرامی، شما سوالاتتون رو میخواید خود کنید یا من مطرح کنم؟ ایشون از خاطراتی که شما با مونا داشتید. مونا دختر 16 ساله‌ای بود، از جوانترین عضو گروهی بود که دستگیر شده بود، که در واقع بر طبق قوانین حقوق بشری بچه حساب میشه. جناب هرمز بفرمایید، خدمت شما هستیم. اجازه بدید من میکروفون رو بگیرم. متشکرم جناب هرمز. البته میدونیم که خانم روحی زادگان واقعا همه عمرشون رو بعد از به اصطلاح خارج شدن از ایران روی این گذاشتند که تجارب خودشون رو به گوش همگان برسونن و خستگی ناپذیر هستند در این مورد و کارشون هنوز هم ادامه داره. بله خانم روحی زادگان، شما دائم در حال مصاحبه با رسانه ها هستید، ایراد صحبت در مجامع فرهنگی مثل دانشگاه ها و همینطور شما عینی سازمان ملل متحد بودید بعد از آزادی. بله بله خیلی دوستای دیگه بودن، مثلا این سعید برادر رویا یا پسر ایشون هم در سازمان ملل احقاق حق کردن و از پدر و مادر صحبت کردن و پرویز روح شاد گوهریز بود که در جمع آقایون بودن، با هم در زندان بودیم، ایشون هم در قید حیات که بودن خیلی جدا فعالیت کردن و میخواستن که همون عدالت اجتماعی به وجود بیاد در ژنو. به اتفاق با هم رفتیم. بله. و عرض کنم به حضورتون مسئله زندان، دقایق و لحظاتی که گذشت، من خیلی سعی کردم از همون موقعی که از ایران خارج شدم به طور دقیق از جزئیات و کلیات بنویسم، البته نوشتم ولی چون این کتاب پتور میشد و سخت بود با هزارها صفحه، این بود که به صورت مختصر درش رو بردم که آسون باشه خوندنش. ولی باز هم به همین مقدار اگر مطالعه کنین خیلی براتون روشن میشه که ببینین چه گذشت. ما در زندان شبانه روزی نداشتیم، یعنی یک لحظه آرامش نبود. شب که تا صبح اغلب یا برای اعدام میبودن گروهی از مجاهدین به صورت گروه گروه بر نمی گشتم و روز سر
سر ما که پاسدارا شروع میکردن لغت میکنیدن کردن، ما خوابیدیم، خوابی نبود. شبا برای محاکمه، روز برای محاکمه. رفتاری که با ما داشتن با یک انسان نبود، بلکه حاکم شهر یا قاضی، اون کسی که ما رو بازجویی میکرد، هم وکیل بود، هم چی میگن خودش، هم قاضی بود، هم مجری حکم، واقعا همه کار خودش بود، کسی نبود اونجا. ما فقط یک خدایی رو میدیدیم در قلبمون، قدرتش که اونه که ما رو حفظ میکنه. ما واقعا هیچ ملجعی نداشتیم، به هیچ کس نمیتونستیم بگیم داره در این چهار دیواری چه میگذره، چون آرامش نبود. در وقتی که محاکمه داشتیم که سرکار ما بود، به کسانی که زنهای حامله، بچه های کوچک، دردناک بود، زجه میکشیدن، مریض بودن، واقعا خیلی خیلی طاقت فرسا بود. این در این لحظاتی که در سلول میگذشت و محاکمه میبردن دم و دقه در همون سلول هم یه عده میبردن، یه عده میبردن، میگرفتن. وقتی هم در این سلول این قلفشو میخواستن باز کنن، کلید بندازن، در آنی بود تمام 100 نفر باهایی و غیر باهایی در این سپاه پاسداران شیراز. ما همه بی اراده بلند می شدیم، کیو می خوان ببرن اعدام کنن، کیو می خوان ببرن محاکمه کنن. یعنی آرامش نبود، خیلی سخته واقعا برای یه زندانی. یا زندانی بایستی وقتی زندانی میشه بکشن راحت میشه، این آرزو رو میکنه، یا آزاد بشه. وقتی زندانی در زندان نگه میدارن خیلی سخته. بله امام الهی، اگر من فقط یک روزش برای شما اینو به صورت یک تئاتر حقیقی نشون بدم، باورتون نمیشه که جهنمی که برای ما از بچی میگفتن، این جهاز اون جهنم میگفتن، آتیشی روشن میشه بابا، این واقعا از اون سخت‌تر بود، دردش بیشتر بود. خیلی مشکله. شما کتابو بخونید متوجه میشید که چقدر لحظات سختی. نکته بسیار به یاد ماندنی هست که شما میفرمایید که زندانی ترجیح میده اعدام بشه ولی در زندان نباشه. واقعا این برای من خیلی معنیدار بود وقتی اینو از شما، قبلا هم اینو از شما شنیدم، این نکته رو. خانم روحی‌زادگان بفرمایید. شما فقط تصور کنین یک هفته از خونتون بیرون نرید، یعنی بمونید در اتاقتون، شکنجه نشید، غذا براتون بیارن، بهتر غذا بذارن تو اتاق، بگن از این اتاق یک هفته نرو بیرون. ببین چه حالی میشید، چجوری کلافه میشید، چطور ممکنه در اون زندانی که شکنجه باشه، زجر باشه، ما هم نوع خودمون برامون فرق نمی کرد، مسلمون و کلیمی و مسیحی و بهایی، ما همه یکی بودیم، ما همه انسان بودیم، ما درد می کشیدیم، درد خودمون داشتیم، درد اون. من یادم یه پتوی سربازی نازک داده بودن، ما 2 نفر 3 نفر می کشیدیم روز برمون بخوابیم، سمس می لرزیدیم. وقتی شب من بودم می شدم، می دم بچه مسلمون 2 سال داره اینجوری می لرزه، پتو روش نیست، این پتو رو برمی داشتم از ما، اینو می پوشوندم. بعد فردا صبح ما با فوش و توهین و تحقیر، تو نجس پتو چرا روی بچه مسلمون انداختیم، به گوش بازجو می رسید چون جاسوس داخل داشتن، چرا رفتی این کارو کردی؟ حالا روز بعد بعد محاکمه می شدم، چرا رفتی پتو تو انداختی روی این بچه؟ بابا بچه داشت می لرزی، بچه باهای مسلمون سرش نمیشه، داره می لرزه. چند نفر در یه سلول بودید؟ خانم روحی‌زادگان چند نفر در یه سلول بودید؟ ما در اون سلول حدود 100 نفر بودیم، در اون عمومی بودیم. 100 نفر در یک اتاق بودید؟ اینجوری من برای شما خیلی واضح کنم. یک سالونی رو مثلا در نظر بگیرید،
که چون اطراف این مسدوده به صورت راهروی باریکه و وسط این سالن هر کدوم 6x4 بود بلد. که من بعد از اینکه با دست وجب کردم و بعد اومدم اینو میکس کردم چون اینا را تمام در اونجا میخواستم ببینم دقیقا این چند بر چند هست، چون ما نمیتونستیم بخوابیم شبا بلد. فقط روی یک پهلو پاهمونم جمع میکردیم. بله چند نفر بودید؟ در اون 6x4 45-50 نفر ما بلد. زندانی بودی. البته نقشه این زندان رو شما در کتاب اولیاستوری کشیدید و اونجا بله، هست بله. برای دوستانی که میخوان دقیقا بدید. بله اگر دقیق ملاحظه کنید متوجه میشید بله. در روی 45-50 نفر بستگی داشته ایده نگه می داشتن ایده می بردن انفرادی ولی هیچ وقت کمتر از 45 نفر در هر کدوم که 6x4 بود 6x4 کمتر نمی شد. البته این دوراندیشه شما رو نشون میده که در همون زمانی که شما در زندان بودید به فکر این بودید که وقتی می آید بیرون اطلاعات کافی داشته باشید برای نوشتن کتابتون و انتشارش. همین مسئله که با وجب اندازه اتاق رو محاسبه کردید برای من خیلی جالب هست این نکته. دوستان عزیز اگر سوالاتی دارید از خانم اولیا روح‌زادگان موقعیت مناسبی هست که سوالاتتون رو حضوراً مطرح بفرمایید. خانم روح‌زادگان شما بله رئیسانگ عزیز دستشون بالا هست، بعد از ایشون من سوالات خودم رو بعد از ایشون مطرح میکنم. بفرمایید رئیسانگ گرامی. مرسی لحظه عزیز. من فقط میخوام یک الله حافظ خدمت اولیا عزیز داشته باشم. ایشون در سال اگه اشتباه نکنم 95-96 اینجا در ویان بودن در اتریش و ما برای ایشون یک کنفرانس خبری گذاشتیم و من ایشونو یادم هست. خیلی خوشحالم صداشون میشنوم. مرسی. مرسی متشکر رئیسانگ عزیز. خانم روح‌زادگان شما تا به حال حساب حتما از دستتون رفته چند تا مصاحبه داشتید با خبرنگاران و غیره؟ اگر اجازه بدید من اول جواب جناب آقای اسمش رو الان فراموش کردم در ویان داشتن. این کنفرانس که بود خیلی برای من جالب بود برای که در اون روز یکی از خبرنگارا کسی بود که پدرش با حضرت ولی املا مصاحبه کرده بود در اون پرنس کنفرانس بود و یکی از خبرنگاران یادمه که از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مسیحی بود. وقتی که این عکسای 10 تا خانما رو من نشون میدادم و داستانا رو تعریف میکردم خیلی متاثر شد و گفت که خب خواسته و آرزو چیه؟ گفتم والا من حقیقتا آرزوم اینه که اجازه بده دولت ایران بچه های جوانای باهایی برن دانشگاه حقوق بازنشسته ها رو بده و این دست از این ظلم و ستم برداره و یه آرزویی دارم. پدر من الان 100 سالشه، متجاوز 100 سال. خیلی دلم میخواد نه تنها من، تمام ایرانی ها بستگانی دارم در خارجم، چه باهایی چه مسلمون، خب اجازه نمیدن، پاسپورت دولت ایران نمیده بیان عزیزاشون رو ببینن. فقط آرزو دارم من یک بار دیگه پدر و مادرم رو ببینم که این دیدار ما به قیامت نیفته، به دنیای بعد نیفته و خیلی آرزوم اینه. خیلی این مرد واقعا تحت تاثیر قرار گرفت، گفت من 2 ساعت مصاحبه شما را ضبط کردم و به دولت ایران منعکس میکنم و دقیقا این کار کرد. چند روز بعدش بود که من یادم خودشون تلفن کردم به پدر و مادر من، پاسپورت دادم، اجازه دادم، اومدن انگلیس، من
پدرمو در آستانه 103 سالگی در انگلیس دیدم و مادرم هم متجاوز 95 سال بود و اینجا میخوام از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم، چون این فرصت رو برام نبود و جدا خیلی خوشحال شدم که این کارو شد. و دقیقا من الان این کتابی که دارم می‌نویسم روی همین مسئله رسیدم که خیلی جالبه برای من، چون ویدئو کردم، هم ویدئوشو نگاه میکنم و هم خاطرات را که اون موقع نوشتم دوتفه دارم به رشته تحریر در میارم به صورتی کتاب بکنم. ببخشید پروانه جون، بفرمایید. بله، من سوالم این بود که حالا یادتون هست در چند تا مصاحبه شرکت داشتید؟ والا دیگه از حد حساب خارج شده، برای که البته من تا اونجایی که قادر بودم کپی روزنامه ها رو گرفتم، نگهداری کردم، کپی های رادیو تلویزیون از هزارها متجاوزه، خیلی به بی‌نهایت رسیده. بله، کتاب شما رو از کجا میشه تهیه کرد خانم روحی زاده کن؟ تمام کتاب فروشای دنیا موجوده و شما هر جا برید میتونید این کتاب رو تهیه کنید، یا اگر نباشه میتونن سفارش بدن. اسم کتاب بله هست. بله، شما میدونید که پابلیکیشنش وان ورد بوده. بله. وان ورد پابلیکیشن این آکسفورد. بله. و در تمام کتاب فروشی ها شما برید در اینترنت هر جا میتونید اوردر بدید، در کتاب فروشی های دنیا هست، موجوده. بله، آمازون بله. هم حتما آمازون هم میتونه بفروشه. بله، از بله. آمازون بله. میتونن بگیرن، یا کتاب خونه یه محل زندگیتون اگر سفارش بدین حتما میتونین تهیه کنین. دوستان عزیز اگر سوالاتی هست بفرمایید. دوستان خیلی مشتاق هستن بیشتر از مونا بدونن. من هم مشتاق هستم یک بار دیگه برای دوستان شرح دستگیری شما 12 بانو رو که در یک روز یا یک شب اتفاق افتاد بفرمایید. داستان مونا برای من همونقدر شیرینه که داستان سیمین شیرینه. برای من خیلی سخته که بین اینا فرق برای من باشه. یعنی هر وقت اگر من مصاحبه 5 دقیقه‌ای داشتم بایستی از این 11 خانم صحبت کنم، چون همه اینا یک روح بودن در جسمای مختلف. خیلی برای من درده چون نمیتونم فاصله بذارم. من همه اینا برای من مونا، زرین، سیمین، شیرین، رویا، اختر، مهشید، تمام این دخترای جوان، 7 دختر بودن، 10 تا خانم به اضافه خانم زائرپور، تو بازائرپور که 11 نفر می شدن جمعاً، داستان همه اینا یکیه. اگر که بخونید به یک نحو دستگیر شدم، به یک نحو به درجه شهادت رسیدم. درست مونا جوان تر بود ولی رویا اشراقی هم خیلی جوان بود. اینا هر کدوم بله، البته مونا کودک بود، بر طبق قوانین بین المللی زیر 18 سال ایشون 16 ساله کودک بود. بله دقیقا بله. همینطوره. برای که شبی هم که اومدن پاسدارا مونا رو بگیرن با پدرش، خب مونا واقعا خیلی دختر با استعداد بود از همون 10 سالگی که من شناختمش، چون مونا وقتی که پدر مادر ازدواج کردن رفتن، پدر مونا مسلمان بود، خودش بهایی میشه، بله پدر مونا از طرف مادر و مادر بزرگشو در آبادان که ما بودیم رفت و آمد داشتیم. وقتی که پدر مونا با فرخونده مادر مونا ازدواج کردن، اومدن پدر و مادر رو دیدن و رفتن برای کشورهای عربی ساکن شدن و مونا در اونجا در یمن تولد شد. بعد 10 سالش بود که برگشتن ایران و در شیراز مدتی اول اومدن تبریز و بعد اومدن، چون پدر مونا در تبریز بود در اصلش، بعد اومدن در شیراز ساکن شدن و از سن 10 سالگی تا زمان دستگیری و
بعدم در موقع زندانشن که با مونا من بودم، واقعا یه دختر میتونم بگم از نظر هوش و استعداد و ذکاوت دختر استثنایی بود. وقتی بیت مبارک شیراز رو خراب میکردم، این اومد خونه به مادرش گفت مادر امروز میخوام با کفش بیام تو خونه، چون من از جای مقدس اومدم، و خاطراتش رو به رشته تحریر در آورد مینوشت. و خوابایی که مونا میدید حتی قبل از اینکه زندانی بشه، شهادتش رو خواب دید. خیلی خیلی مطالب دارم، خیلی نوشتم ولی نمیتونم تمام اینا من به جک لنز دادم. و جک لنز کسی هست که فیلمه، بل جک لنز آقایی هستند اینا خیلی زیاده. بله. اگر بخوام بشینم برای شما تعریف کنم، باید روزها با هم بشینیم، مقاله هایی که مونا نوشته من برای شما بخونم، خوابایی که سیمین دیده برای شما بگم. سیمین احساس قوی داشت به چشم، به حالتاش قدر روحش قوی بود میتونست احساس کنه. و همینطور مونا و در زندان شبی که گرفتنش، وقتی این پاسدارا را جمع آوری میکردن، مادر مونا گفت این بچه را کجا میبرین؟ حالا میخواین شوهرم ببرین، این بچه را این موقع شب کجا میبرین؟ گفت نگو بچه، بگو مبلغ دانشمند. یعنی واقعا این دختر یک استعداد عجیبی داشت و یک استقامتی که فوق‌العاده در زندان اصلا باعث تعجب تمام خود زندانیای که با ما بودن، مسلمانانی که با ما بودن. صدای مونا خیلی قشنگ بود، دعوت میکردن در سلولای خودشون در عادل آباد که بودیم برای استقامت ما، فرشته کوچولو بیا دعا بخون. من بعد روزها بشینم داستان اینا رو با شما میگم، در این فاصله که بخوام داستانا رو برای شما بگم نمیتونم. حقیقتا یک قطره در مقابل یک دریای وسیع. ولی اینا رو شما همه نوشتید به تفسیر؟ بله. خب پس اینا حفظ میشه. خانم روحی زادگان، از جک لنز اسم بردید، ایشون آقایی هستن که آقای کانادایی که بر اساس کتاب شما دارن فیلمی درست میکنن به اسم موناز دریمز. بله؟ و خانم شهره آقداشلو نقش مادر مونا رو و نازنین افشارجم نقش حضرت طاهره رو بازی میکنه. بقیه یه هنرمندان رو نمیدونم چه کسانی هستن، ولی اشاره کردید به اینکه مونا خواب شهادت خودش رو دید. قبل از اینکه به این سوال جواب بدید که این خواب چی بود، مونا مقاله های فرمودید نوشته، یادداشت های بسیاری داشته، اینها جمع‌آوری شده، نگهداری شده یا از بین رفته؟ نه، تمام اینا نگهداری شده. خیلی مادرش بسیار مدبر بود، اینا رو در اختیار من گذاشت. سال 1985 که جک لنز میخواست این ویدیو مونا رو درست کنه، از من خواست، من خیلی مقالات رو در اختیارش گذاشتم و خود من در کتاب نوشته بودم که عرض کردم این کتاب عمومی بود، مختصر شد. و این مسئله اینا تمامش ضبط شده، هست، وجود داره. بسیار خوب. و موضوع خواب مونا که گفتید خیلی جالبه که دو روز قبل از اینکه مونا رو بگیرم، اومدن با پدر و مادرش خونه ما. هر جا خیلی جالب بود، این دختر یک دختر شاد و خب خیلی جوان بود، طبق معمول با پدر مادر میرفت. ما یه با پدر و مادر مونا با این در رابطه با باهایی که خونه هاشون رو سوزنده بودن و آواره بودن و در رابطه با مشهد که سیل و زلزله اومده بود و جمع آوری میکردیم اعانات از طرف جامعه باهایی کمک کنیم و فرمون باهایی برای ما نداشت که یک از جرمای منو
استاد بازجو به من میگفت که شما برای چه کمک میکردید به مسلمونا؟ چرا به پیرا که نمیدونم زمینگیر و کور و فلج بودن کمک میکردید؟ اگر نمیکردید اینا مجبور میشدن مسلمون بشن، یا شما حق نداشتید که پول اعانه جمع آوری کنه از جامعه خودتون، چون میدون که باهایی از کسی اعانه نمیگیره، و به اینا چرا کمک کردید به زلزله زده ها و زلزله زدگان؟ بله، تصورش این بود که شما به خاطر تبلیغ این کار کردید، تبلیغ این جوری تصورتون بود، ولی فکر نمی کردن که ما برامون فرق نمی کنه. بعد اون روز پدر مونا اومده بود تلفن خونه ما، تلفن زنگ زد، از در خونمونم اف اف بود زنگ کشیدن، من از بیرون نگاه کردم دیدم که سه نفرن که اینا به اصطلاح فیلم می کردن کوپنی بود قضا و اینا. من گفتم آقای محمود نژاد فکر کنم نکنه اینا افرادی باشن بخوان بیان همون پاسدارا باشن بیرزن تو خونه، شما از در پشت خونه ما لطفا برید تا من بیان برم در رو باز کنم، چون خونه ما دوتا در داشت. بعد خیلی جالب بود، آقای محمود گفت نه دایی جان، یک کلام با در مونا میگفت دایی، خیلی قشنگ، خیلی مرد آرامی بود، حرفایی که میزد واقعا دلچسب بود. دایی جان حالا من کجا برم؟ اگه بخوان بگیرم شما رو بگیرن ما رو نگیرن؟ گفتم نه جناب محمود نژاد، شما تشریف ببرید، خواهش میکنم ببینیم اینا کیان چی از من میخوان. خلاصه اونا با مونا و اینا رفتن. حالا اون لحظه مونا داشت خوابش رو میخواست برای من تعریف کنه، گفت که یه همچه خوابی دیدم میخوام خوابم رو بگم، که اینا زنگ کشیدن و من رفتم دم در، دیدم که آره اینا برای کوپن و اینا سرشماری میکنن چند نفر توی خونه هستین، کی هستین کی نیستین و اینا. بعد که یه 3-4 ساعت گذشت من تلفن زدم به آقای محمود نژاد خونه شو، گفتم آخ داستان مونا ناتمام بود، این برنامه اینا اینجوری بود. گفت زد خنده، گفت که دخترم ما با خانومم و مونا همینو گفتیم، گفتیم که حالا از اون برم میتونن اگه اینا چند ما را بگیرن. حالا ما نشسته بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم، در هر صورت دیگه خوابش و مونا برای من تعریف کردم که بله این خواب چی بود؟ خوابی میبینن که در یک اتاقی هستن، حضرت عبدالبها یک میزی و یک گلدونی روی میزه که اتاق کار حضرت عبدالبها بود. خیلی خوشحال میشه در عالم خواب که این اتاق حضرت عبدالبها است، چه افتخاری برای منه. و در همون لحظه حضرت بهاءالله تشریف میارن، 3 تا جعبه دستشون بوده، یک جعبه باز میکنن و این جعبه یک شنل خیلی قشنگی بوده، قرمز میندازن رو دوش مونا و میگن که میفرمان مونا این شنل رضای شهادته، آیا در راه من قبول داری؟ در راه عالم به خدمت به عالم بشریت. و مونا در عالم خواب میگه که عرض میکنه قربانت کردم آنچه که رضای مبارک باشه. بنابراین خوابش واقعا احتیاج به تعبیر هم حتی نداشت، یعنی حالت سیمبولیک نبوده، خیلی مشخص و صریح بوده خوابی که دیدید. بله، و بعد حضرت بهاءالله اون شنل رو از دوش منابر میدارن، جعبه دیگه رو باز میکنن، یک شنل مشکی بوده خیلی قشنگ، خود منو تعریف میکرد منجق دوزی شده، خیلی زیبا، خیلی زیبا انداختن دوشم. فرمودن منا این میدونی چی هست؟ این نشانه غم و اندوهه، بعد اینو قبول میکنی؟ منا عرض میکنه قربانت کردم، چقدر شیرین عشقهایی که در راه تو ریخته بشه. بعد حضرت بهاءالله یک شنر آبی خیلی قشنگ تبیه سومو باز میکنن در میارن میدادن رو دوش مونا، میفرمان این ردای خدمته.
و در واقع هر سه رو به منا عنایت فرمودن، شهادت، غم و اندوه و خدمت، و با خون این دختر بیگناه ببین چقدر دنیا را تکون داد. و حقیقا داستان عشق و فداکاری خیلی خیلی مشکل تفسیرش و خیلی همینطور که فرمودین باید در آینده مورخین آینده بیان بشینن بررسی کنن داستان این شهدا و بذشته تحریم در متشکرم. اجازه بدید خیر مقدمی داشته باشم حضور دوستان تازه وارد. دوستان عزیز، به جمع ما خوش پیوستید. با خانم اولیا روحی زادگان هستیم. ایشون نویسنده کتاب اولیا استوری هستند و از همبندان 11 خانومی که در سال 1983 در شیراز در یک شب اعدام شدن به خاطر اعتقاداتشون. خانم روحی زادگان، سوالات خیلی زیاده و میدونم که شما شاید خسته بشید، ولی ما خسته نشدیم. شما هر زمان که دیگه خسته شدید واقعا بفرمایید، برای اینکه سوالات زیاده. من هرگز خسته نمیشم. داستان اینا همینجوری که عرض کردم خیلی برای من واقعا شیرینه، هم شیرینه و هم دردناکه. واقعا هر کدوم یادم میفته الان، یک از بستگان سیمین جان که روی خط شد باشن هنوز، وقتی که خونه سیمین ریختن، آتیش زدن، شما نمیدونی اینا رو فقط زندان نبردن، خیلی خیلی بلاهای گوناگونی کشیدن. چقدر صبور و با استقامت اینا بودن. ایشاله که من یه روز از نزدیک ببینم درد این خانواده شهدا، احساس میکنم عزیزانشون از دست دادن. بله، این جناب شکیب، جناب شکیب هستن، هنوز به شما گوش میدن، خانوادهشون هم در کنارشون هستن و در کانادا هستن ایشون. خانم روحی زادگان، از جریان اعدام بگید، چگونه اتفاق افتاد؟ شما کجا بودید؟ اعدام نبودم. اون چی که شنیدم از منبع موثق نقل قول شنیدم و دقیقا نمیدونم چون اونجا ناظر نبودم. بله، شما کجا بودید خانم روحی زادگان وقتی خبر؟ من در اون موقع در پاکستان بودم. بله، پس شما تونستید که از ایران خارج بشید. بنابراین اون چه که شنیدید راجع به اعدام این 11 خانم که همزمان اتفاق افتاد با ما در میون بگذارید اگر یسر. والا ما در زندان که بودیم بارها چون حکم اعدام به ما دادن، هر روزی که محاکمه می شدیم ما به اعدام محکوم می شدیم و خود ما هم هر کدو این آمادگی رو داشتیم. به ترتیب هر کسی میگفت که اول بعد من برم جلو قربان تو بشم، فکر میکردیم حالا هر که جلو بره دومی دلشون رحم میاد کشته نمیشه. این لحظات شهادت رو یعنی واقعا همه میتونستن اینو احساس کنن، هر آن هر لحظه ممکنه باشه. ولی چیزی که من از منبع وسط شنیدم، اون راننده که این دهتا خانوما رو میبرده برای شهادت، اینا همه دعای دست جمعی اللهم صبور و دوستون میخوندن و تا میرسن اونجا، این راننده با خودش میگه من فکر کردم که اینطور که خودش تعریف میکنه، بعدن میگه من فکر کردم که این خانمان نمیدونن که قدر همه با شهامت و با استقامت و شاد و مسرورن، اینا دارن دعا میخونن، شاید نمیدونن رو دارن کجا میبرن، شاید فکر بودن اینا رو میخوان آزاد کنن. بعد میگه رفت دیدیم به پای تنابدار و اونجا من باز شاهد بودم، دیدم که نه، اینا بدون کوچک
درویشی به ترتیب اینا را یکی یکی بردن و اعدام کردن. بله. و خیلی تا مدت ها یه حالت مثل که روانی میشه این راننده. بله. تأثیر بدی روش میگذاره. مم. و بعد یک آقای دیگه بود که همیشه در زندان مأمور انتظامی بود، همیشه به ما میگفت دخترم، چون در همون زندانم بعضی ها مأمور قدیمی شهرداری بودن، همه پاسدار نبودن، بعضی هاشون واقعا درد میکشیدن، ناراحت میشدن. یه وقت یادم این آقای مرادی بود در زندان، ما در زندان عادل آباد وقتی بردنمون عکس میخواستن از ما بگیرن، چون در سپاه که جدا عکس و پرونده داشتیم، در عادل آباد هم همینطور. این پنجرش رو باز کرد، یه صندلی داشت، ما در 15 نفر بودیم، بیاین بشینیم روی صندلی، با احترام با ما یاد کرد، یه خورده هوا بخورید. میگم برگردم به زندان، ما از اونجا پرنده ها رو میدیم، گفتیم خدایا شما آزادید، خیلی آزادی، قدر آزادی رو بدین. اولین بار ما یه الاغی رو از بیرون دیدیم، خوشحال بودیم که چشمونی های خارجی الاغ افتاد. خیلی سخته و این بیشتر پاسدارا راستی راستی اینا بعدن خواهن نوشت، خواهن گفت، خیلی هاشون تحت تاثیر قرار گرفتن. و انشاءالله مطمئن باش که این داستانای حقیقی خداوند، یعنی عدالت، خیمه نظم عالم بر دو ستون قائم و پا برجاست، مجازات و مکافات، عدالت برقرار خواهد شد و مطمئن باشید که به زودی خود مردم بلند میشن، داستان فداکاری اینا رو میگن، مینویسن. حتما افرادی بودن، مطمئنم خود پاسدارا خیلی خیلی واقعا اینا تحت دست قرار گرفتن. این حقایق آشکار میشه. بله. بهتر از زبون کسانی که در اون لحظات شاهد و ناظر صحنه های حقیقی بودین، از زبون خودشون بشنوین، چون نقل قول با کسی که شاهد، الان این کتابی که من نوشتم چون شاهد عینی بودم و اون موقع نوشتم که در حیات بودم، خودشون هنوز شهید نشده بودم. بله. و وقتی هم شهید شدن که بعدش همینجوری من نوشتم از بد و آتش سوزی خونه ها، هر چی رو دنبال حقیقتش بگردین، منشه حقیقی، چون بعدها ممکنه هزار کتاب هم نوشته بشه. بله. شما مطمئن باشید اون پاسدارا، اون راننده، اون افرادی که با ما در زندان بودن، تمام اینا رو نوشتن. بله. خانم روحی زادگان، شما زمانی که این خبر بهتون رسید حتما اون لحظات رو به یاد دارید. کجا بودید؟ عیناً چگونه این خبر به شما رسید؟ من عرض کردم براتون. بله. در قبل که در پاکستان بودم شنیدم. بله. از کجا؟ از چه منبعی؟ از چه منبعی شنیدید؟ من از دو منبع شنیدم، یکی از رادیو شنیدم و یکی از دفتر محفل ملی پاکستان. بله. و خیلی برام دردناک. بله. اون صحنه خیلی دردناک. عرض کردم قبلش، من شب قبل شام شب شهادت خواب دیدم این دهتا خانوما رو. بسیار خوب. اجازه بدید جناب شک شنویم. جناب شکیب خدمت شما هستیم. دوستان تازه وارد به جمع ما، خوش پیوستید. با خانم اولیا روحی زادگان هستیم، نویسنده کتاب اولیا ستوری. بفرمایید جناب شکیب. بله، سپاسگزارم خانم لحظه. مطمئنم هستم که اونجا حتما دیر وقت و همه خسته هستین، اما واقعا خیلی سخت دل کندن از این صحبت ها. امیدوارم که در هفته های بعد هم این فرصت رو بتونید ایجاد بکنید که
خانم رویزادگان بیان از ابعاد دیگری این مسئله بیشتر بررسی بشه. یکی از دوستان سوال کرده بودن توی تکست که اجساد این عزیزان چه سرنوشتی داشته. من خودم به عنوان فردی که حالا خانم رویزادگان اونجا رو نبودن، در پاکستان بودن ایشون هم تو که میگن، در شب قبل از همون شبی که قرار بود این دوستان شهید بشن، ملاقاتی که با اینها داشتیم، اینا همشون میدونستن که اون شب قراره که به دار آویخته بشن، بهشون همه گفته بودن و همون ملاقات شنبه شب همشون اعلام کردن که امشب قراره که ما رو اعدام کنن. به همین دلیل خب اون شب خیلی شب سختی بود برای همه خانواده های اونها، چون با وجودی که قبلا هم یک همچین مواردی پیش اومده بود، اما خب هر بار که اینها بهشون میگفتن که قرار اعدام بشین، بالاخره هم میتوانست نمایشی باشه و هم این احتمال وجود داشت که یک اعدام حقیقی باشه. به هر حال اون شب شب خوبی نبود برای تمام خانواده های اون افراد. برای همین صبح روز بعدش یکی از اعضای خانواده در به سردخانه شیراز رفتن تا ببینن که آیا واقعا اجساد اونجا هست یا نه. خب که متاسفانه دیده بودن که اون فردی که مسئول اون سردخانه بود گفته بود که بله دیشب تعدادی از خانم های بهایی رو آوردن و یک تعدادی از خانواده ها موفق شدن و رفتن داخل و به حساب اجساد رو زیارت کردن و بعد از اون این جسد ها رو فلواقع اینها جایی که تحت عنوان گلستان جاوید شیراز هست یا همون گلستان بهاییان، قبرستان قدیمی بهاییان گلستان جاوید، در اونجا خب به شکل خیلی در یک ساعت مقدار کمی فقط زمین رو کنده بودن، اینها رو خاک کرده بودن و البته الان ظاهرا اون محل رو تبدیل کردن به یک نمیدونم کارخونه موزاییک سازی یک چیزی. حالا دیگه اصولا اثری از اون قبرستان ها تا چه حد باقی هست یا نیست اون دیگه یک بحث دیگری است و خب همونطور که منزل خود سید باب رو در شیراز از بیخ و بن ویران کردن و به جاش مسجد ساختن، حالا از این کارا کردن. اما نکته مهم حقیقتا اینه که اولا اینکه واقعا یک روحی مثل خانم روی زادگان وقتی که به قول هرمس عزیز شاهدی در حقیقت برای اون شهدا هست که اومده و این جریان زندگی فی الواقع داره جاری میشه، این نشون میده که واقعا دو تا مطلب اینجا اهمیت پیدا میکنه. یکی این که ما همه ما شاهدیم که مجددا مخصوصا ظرف دو سه سال گذشته فشاری که چه بر بهائیان داخل ایران و چه به تعبیر دکتر پرویز همه 70 میلیون ساکن ایران به نوعی تحت فشارهای مختلف زندگی قرار دارن، اون چی که مهمه اینه که روح این افرادی که تحت حالا شکنجه قرار گرفتن، اعدام شدن و حضور فیزیکیشون، حضور جسمانیشون از این دنیا رفت، ما ببینیم که چگونه اون روح زندهشون وجود داره در افراد. همین الان صدها سیمین، صدها و هزاران مونا و همین ندایی که پارسال فلواقع خونش بر کف خیابانهای تهران ریخته شد، یکی دیگه از همین روحهای پاک هست که دیدیم چگونه دنیا رو تکون داد. اینها همه درسته که اون ور قضیه اون همون خوابی رو که خانم روحی‌زادگان تعریف کردن از مونا که غم و اندوهی که وجود داره، شهادتی که وجود داشته، همون شنل خدمت در حقیقت، اون خدمت به تعبیری که ما به عنوان بهائی میشناسیم همین تغییر و تحولی هست که در اجتماع ما میتونیم ایجاد بکنیم و ما الان دیگه حقیقتاً بحث بهائی و غیر بهائی نیست. در وقتی که در خیابان‌های تهران ما شاهدیم که چگونه دارن مردم ایران برای آزادیشون، برای برابریشون، برای رسیدن به حقوقشون، چه بهائی چه مسلمان چه دگراندیش و هر دین دیگری و هر اعتقاد دیگری در حرکت میکنن، اینها در حقیقت اون جنبه مثبت این همه فداکاری ها، این همه مشکلاتی هست که به وجود اومده. اصلا من فقط مجددا میخواستم سپاسگزار
سپاسگزاری کنم از هر دانم لحظه و خانم روی زادگان و مشتاقانه مجدداً اینجا هستیم تا بشنویم حرفا رو. ممنونم، میکروفون رها میکنم. متشکرم جناب شکیب. خانم روحی زادگان در ارتباط با صحبت های جناب شکیب مطلبی دارید؟ عرض کنم بزرگتون که در واقع همچنین که اشاره کردید، این با خون این افراد بیگناه حقیقت، یعنی ابر پشت خورشید مخفی نمیمونه، یه وقت خورشید ظاهر میشه. من در این سفرهایی که میکردم، ببین اینا همش قدرت خدا هست، روح اینا همیشه زنده است. بارها بارها برای من خیلی جالبه که من واقعا اینا رو ویدیو کردم، در آینده در اختیار همه بذارم که ببینید که اینا هرگز نمردن. در یکی از سفران در یکی از کشورهای آمریکایی بود، من اصلا یه خانمی که هرگز ندیده بودم و نمیشناختم قرار شدی با من مصاحبه بکنه. وقتی که مصاحبه میکرد میلرزید و عشق میریخت و بعد به من داستان رو اینجوری تعریف کرد که من مریض بودم. من یه هفته مریض بودم و از اداره رادیو رئیس من به من تلفن کرد که شما یه مصاحبه ای دارید. ولی من شبش خواب دیدم که 10 زن دستشون رو دور هم حلقه کردن و یه کسی مثل شما رو در وسط قرار گرفتن و میگن داستان ما رو به دنیا بگو، داستان ما رو به دنیا بگو. میگه من هیچ ایده‌ای نداشتم. 10 women martyrs in شیراز، یه خانم آمریکایی، من اینو ضبط کردم. نه ایشون، صدها که ببینین یکیش دوتاش هستن حاضرن، افرادی که اصلا اینا اصلا روحشون به این چیزها اطلاع نداشته و اینا در عالم خواب میبینن. و بعد که برای مصاحبه این حالت تشنج داشت و اون روز تصدیق کرد و گفت اگر که کسی برای من ترجم کرد باور نمی کردن. خود من خوابی در هوا پیما می نشستم، از تولسا می اومدم توی هوا پیما، هیچ وقت یادم نمیره. بعد نشسته بودم، بغل دستم یه مسافر بود، رو کرد به من گفت که شما اینجا برای تعطیلات اومدی؟ گفتم نه، من اینجا مصاحبه داشتم. بی اختیار برگش گفت که خانم شما کتاب ننوشتی؟ گفتم چرا، چطور مگه؟ گفت قسم میخورم در فرودگاه من میخواستم یه کتاب بخرم، من برای یونیتد نیشن کار میکنم و میخواستم راجع به حقوق بشر صحبت کنم. منم تحت کتابی رو دیدم مناسب نبود که بتونم یک مطالب واقع عاطفی انسانی رو از این کتاب در بیارم. یک چیزی میخواستم که به درد امروز بخوره، مال روز باشه، از گذشته نباشه. یک ندای درونی به من گفت که تو اون کتابی که میخوای ناراحت نباش، داخل هواپیما برو، اون کتاب هست، اون شخص با تو میشینه و کتاب ازش بگیر و این کتاب تو میخوام. حالا من اصرار والا این کتاب تنها کپیه ای که هم رامه میخوام این از این هواپیما پیاده بشن برم فلان شهر، این من باید مصاحبه بکنم. خواهش و تمنا این کتاب رو از من گرفت. شما ببینید اینا واقعا شوخی بازی نیست. حالا میبنم باش تا صاحب دو خودتش بدمد تا این هنوز از نتایج سهره. حالا ببینید و ببینید، شاهد باشید که این خون بیگناه ها چه کارایی میکنه. وقتی که احسان مهدیزاده رو شهید کردم، من تمام اینا عکس دارم، فیلم هست، ببینید. روح الله برادر احسان مهدیزاده یک جوانی بود 18 سال. اون روز شاید 7-8 هزار بهایی در اون موقع جسده رو اجساده رو میدادن. این روح شاد احسان الله مهدیزاده و آقای سرعید الله وحدت و آقای دهقانی، اینا رو هر سه در شیراز شهید کردن و اینا در گلستان جاوید من وایساده بودم. اون موقع هنوز کار میکردم، از رئیسم اجازه گرفتم بیام برای مراسم تشییع جنازه که خیلی هم عکس گرفتم. اون روز
جوان بلند شد در جمع، رو کرد گفت که به احبا که گریه میکردن برای چه گریه میکنید؟ اگر یک آن ما کشتن از هر قطره خون احسان، احسانهایی در سراسر عالم بلند میشن و امر حضرت بهاءالله رو پیش میبرن، برای چه گریه میکنید؟ احسان هرگز نمرده. شما ملاحظه بفرمون، فکر نکنین اینا روحای پاک، اینا بیگناه بودن. عدالت برقرار خواهد شد، نگران نباشید، انشاءالله همه چیز درست میشه و مردم ایرانم واقعا خیلی روشن شدن، خیلی روشن فکر شدن، خیلی به ما کمک کردن در موقع آتش سوزی ها. همسایه های ما رو حفظ کردن و مدیون هستیم به انسان هایی که واقعا در هر شرایطی باشن انسانیتشون از دست ندادن. بسیار خوب. دوستان تازه وارد به جمع ما خوش پیوستید. با خانم اولیا روحی زادگان هستیم، نویسنده کتاب اولیا ستوری. ایشون از همبندان 11 خانومی بودند که در سال 1983 در شیراز همزمان به خاطر اعتقاداتشون اعدام شدند و خانم روحی زادگان خاطرات خودشون رو از زندان و همبندانشون با ما در میان میگذارن. هرمز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. عرض کنم به حضورتون که مسئله که مطرح کردم خیلی جالبه. بدونین در زندان ما با گروه هایی که بودیم، اینا واقعا کوچکترین بی احترامی به ما نکردن. حتی چون ما سفرمون جدا بود، به ما میگفتن بر طبق اون دستور بازجوها و بازپرسا که ما بهایی ها نجس هستیم، نشستن ما، خوابیدن ما فقط یک ردیف سلول بود، خیلی سخت بود که جا تنگ بود. وقتی می نشستیم غذا بخوریم، می گفتن، دستور می دادن شما جدا بشین غذا بخوریم، اینا جدا غذا بخورن. خیلی ناراحت می شدن، می گفتن نجس طاهری نداره، ما شما باهایا تمیز تر از ما هستیم. و واقعا خیلی به ما محبت می کردن. اصلا مهمه مشکلی با زندانیایی که باهایی نبودن نداشتیم به هیچ عنوان، ولی درگیری ها که بین خودشون می شد، اینا سیاسی که بودن به قول خودشون همدیگر را لو می دادن، یه وقت بازجو می مد داد می زد سرشون که برید اتحاد و از باهایی ها یاد بگیرید. خب البته اونا می دانستن که ما که چیز سیاسی نیستیم که بترسیم، چیزی نداریم لو همدیگر را بدیم و اینا، میبدن به اینا میگفتن که خب اینا رو ساکت میکردن که با هم دیگه دعوا نکنیم. این مسئله که در سلول بود، رفتار بازجوها، حتی بعضی هاشون، من یادمه که یکیش خیلی منو اذیت کرد، با چشمای بسته به من میگفت برو، چشمامو بسته بود، حالا برو. منم نمیدونم که این دیواره، سر منو به دیوار میخورد، میخندید و خوشحال بود که اینجوری داره به من مثلا اذیت میکنه. بعد چون قبل همیشه یه چوب دست ما میداد یا روزنامه لوله شده که دستش به ما نخوره که نجس نشه، ولی اینجوری جای روحی میداد. یکی از بازجوها اومد توپید بهش، گفت که بابا نکن اینقدر این زن بدبخت و زجر نده. خب این چه تقصی داره؟ این شده عضو لجنه مثلا ملحوفین، کسانی که واقعا پیر و زمینگیر و کورن. خب میره به اینا کمک میکنه، میره به اینا سرکشی میکنه، این که گناهی نکرده. بذار خامنه ای که ما انتخابش. خانم روی زادگان صدای شما. بله، اون عرض کردم که همه جور انسان بودن، همه جور آدم بودن در سلول.
و اون سال آخرشون متوجه نشدم چه میخواستن. گفتن روحیه باهایی ها فامیل خانواده ها چگونه. اینو بخوام برای شما تعریف کنم خیلی سخت بود، برای که کماکان همه احبا میدونستن، باهایی ها میدونستن که خب به ترتیب از اول انقلاب از آتش سوزی ها و اخراج باهایی ها از کار همینجوری روز به روز واقعا عرصه بر باهایی ها تنگتر و تنگتر می شد و همه منتظر بودن، یعنی واقعا در وحشت، برای که ما انسان هستیم. من یادم یه روز رفتم خونه خواهر شوهرم، این لوله آب خونه شون هوا گرفته بود، شروع که تق 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 یکی از بچه ها رفت شیر آب باز کنه، تق 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 صدا میداد. شوهر خواهر شوهرم فوری گفت سراتون رو بذارین، ریختن با استراف خونه با اسلحه دارن میزنن میکشن، بخوابید رو زمین، بخوابید رو زمین. یه بعد فهمیدیم بابا لوله آب هوا گرفته. ببینید ما انسان هستیم، یه حقیقت رو باید، ما نمیتونیم بگیم که ما که نمیخوایم بریم، متعصب نیستیم، بی خودی بریم ما رو بیان ما رو بکشید که بشیم شهید، نه همچه چیزی ما نمیخوایم. ما همه اینا که تو زندان بودن آرزوی این میکردن یه روز آزاد بشن، هیچ کس دلش نمیخواست که شهید بشه. این حقیقتیه که من به شما بگم، خود من آرزو میکردم خدایا بچه‌مو یه بار دیگه برم انگلیس بچه‌امو ببینم. ما انسانی، خدا حق حیاتو به ما داده، خدا اینا رو از گناهای اینا بگذره، خدا ببخشه اینا رو که واقعا حق حیاتو از مردم میگیرن. این خیلی سخته. خانواده ها، من واقعا جگرم میسوزه برای این افرادی که عزیزاشون ازشون گرفته. همین اشاره میکنم به خانواده های شهدا، همین احسان مهدی‌زاده سیزه عید بود که این خانمش رو بچه هاش من بردم گفتم بیان سیزه به در ببرم شما را. اون روز ملاقات بود با احسان که احسان رو ببینن. وقتی که رفتم در زندان دلم سوخت. این دو تا بچه ها دو قلو بودن، بچه های 4 ساله، 7 ساله، 6 ساله، 8 ساله، اینا جریک میزدن انیله های زندان رو، پدر رو بغل کنن، بغل پدرشون رو ببوسن. باز شاهد بودم وقتی که از اینا رو شهید کردن توی همون گلستان جاوید شیراز. و این مادر پدر اینا پیر بودن، سالهایی گذشته بود. روز بعد بلند شد مادر احسان دست گل و برد به پاسدار که اینو متوجه بکنه، گفت پسرم 10 ماه تو از پسر من در زندان مواظبت کردی، این گل رو بهت میدم. این گل به معنای این نبود که از این تقدیر بکنه، به معنای درس بیداری وجدان بود، آگاهی بود که بیدار بشو. یه مادر عزیزش از دست رفته، اون دختر همون احسان در همون روز توی گلستان جاوید شیراز شکلات دستش بود، صدا میزد کنو از شما پاسدارایی که بودن پدر منو کشتید، کینه ای از شما ندارم، فقط میخوام به شما شکلات بدم. شما ببینید این خیلی دردناکه، این خاطرات اینا و واقعا سرگذشتی بگناه ها. خانواده همه شو آسو داشتن عزیزاشون رو برگردن خونه. همیشه خانم اشراق من یادمه آرزو میکرد، میگفت دلم میخواد عروسی رویا رو ببینم، عروسی دخترم ببینم. آخرین روز این صحنه فراموش نمیکنم، یه نوتی نوشت به رویا گفت بنویس توی اون لباسش آسین. خانم روی زادگان دوباره قطع شدیم. همطور که عرض کردم واقعا خیلی مشکله برای خانواده ها، آسان نیست که عزیزاشون از دست دادن. فقط نیروی ایمان به اینا استقامت داد و هدفی که میدونن به خاطر این جون دادن که واقعا این تعصبات از بین بره.
و حق انتخاب داشتند، یعنی یا باید حقیقت رو انکار میکردند یا تناب دار ترجیح دادن کشته بشن، کسی رو نکشن و از اعتقاد خودشون واقعا انکار نکنن، حقیقت رو انکار نکنن، ولی برای خانواده ها خیلی سخته. داشتید راجع به عروسی رویا صحبت میکردید. بله، رویا همونطوری که عرض کردم در کتاب هم اشاره کردم، مادرش خیلی آرزو میکرد که رویا آزاد بشه، ازدواج کنه، آرزو هر پدر مادر، اونم دختر جوان. و رویا یک نوتی نوشت روی کاغذ، چون ما همه چیز از زندان محدود بودیم، لای آستین لباسش مخفی کرد، دوخ داد بیرون، در اون نوت نوشت که روزی زیر آزادی ما نباش، ما با اعدام محکوم شدیم، من، مامان، بابا، و مامان از تو میخواد که برو همسر دلخواهت انتخاب بکن و زندگی خودتو شروع کن. و دقیقا همینطور هم شد. رویا وقتی این نامه رو به وسیله اون لباسش که باید روزیتا بشورد از سلول خارج کرد داد بیرون، اشاره کرد از پشت اون شیشه های زندان که به این آسین لباس توجه کن، اونم متوجه شد چون ما تلفن اونم کنترل بود، و روزیتا همسر دلخواهش پیدا کرد. روزی که آقای اشراقی در حقیقت می بردن برای اعدام، اون روز روز نامزدی رویا بود، ببخشید روزیتا بود. اون لحظه که این دختر حلقه نامزدی در دست می کرد، روزی بود که آقای اشراقی رو بردن با یعنی پدرش از آقایون بهایی به در شهادت، یعنی پدرشونو، پدرشون، و دو روز بعد مادر و خواهر بردن. 16 جون بود که پدر رو بردن و 18 جون هم که مادر و خواهرش. بله. از خانم شیرین دالوند بگید، برای اینکه من میدونم شیرین در واقع زمانی که این حوادث اتفاق میافتاد در انگلستان بود و تحصیل میکرد و فارغ التحصیل شده بود، برخلاف خیلی از کسانی که من جمله خود من که از ایران خارج شدم، ایشون به ایران برگشت. بله، شیرین در دانشگاه پهلوی شیراز رشته جامعه شناسیشو تموم کرد، لیسانسشو گرفت، بعد برای دیدن پدر و مادر اومد در انگلیس، خیلی خواهش کردن که بمون، و این دختر گفت مادر الان در موقعیتی که مادر بزرگ من و پدر بزرگم در ایران تنها هستن و شما همه در خارج هستید، صلاح نیست دوستای من در ایران باشن، تنها باشن، خون منم از اونا رنگین تر نیست، میرم هر چی سرنوشت بقیه بهایی هست با من خواهد بود و من باید برم برای سرپرستی مادر بزرگ و پدر بزرگم. و بعد که ما اومدیم انگلیس، با مادر شیرین در یه منطقهی بودیم به نام بیبرک، حدود 2 سالشون در حدلی بودن و ما با هم، من این سعادت رو داشتم در خدمتشون باشم. ولی یک مسئله که خیلی برام جالبه، از زندان یه روز پرسیدم خب شیرین چی دلت میخواد؟ ببخشید، گفت آرزو دارم اگه آزاد بشم برم رستوران یک چلو کباب، خیلی دلم میخواد. ببین، میخواد اینا را مطالبی که من عرض میکنم، میخوام یعنی واقعا تجسم کنی، اینا همه انسانایی بودن آرزوی حیات میکردن، آرزو داشتن زنده بمونن. بعد این همیشه در قلب من محفوظ موند، این آرزوی شیرین. هنوزم وقتی یه رستورانی میرم خیلی روم اثر میذاره که این آرزو داشت چلو کباب بخوره، بیاد یه دفعه دیگه در رستوران آزاد باشه. وقتی که پدر شیرین، پدر مادرش منو در نیوکاسل، چون اول اینا در نیوکاسل زندگی میکردن، منو دعوت کردن بدون که اینا مطلبی بدونن از این موضوع، هنوز من کتابو چاپ نکرده بودم و اینا هیچی نمیدونستن. دیدم پدر
شیرین چلو کباب درست کرده و نمیتونستم بخورم. اصرار میکرد چرا نمیتونستم بگم که الان شیرین با ماست، جسمش نیست ولی روحن با ما هست و این آرزوش این بود چلو کباب بخوره. بسیار خوب دوستان عزیز، من فکر کنم دیگه مزاحم شما نشم، برای که در کتاب نوشته هست بله. هر چیزی که دوستان خواستن، مطالبی که واقعا الان گفتنش خیلی برام مشکله به صورت بعضیش خیلی وسیع بعضیش خیلی فشرده در کتاب نوشتم. فقط اجازه بدید جناب پرویز ایزدی رو بشنویم. دست ایشون مدتی بالا بود، فقط ایشون آخرین فردی باشن که امروز صحبت میکنن. جناب ایزدی خدمت شما هستیم. متشکرم سرکار خانم لحظه و متشکرم. والا تکستای خصوصی من زیاد داشتم از دوستان عزیزی که غیر بهایی هستند، از من میپرسیدند که تو این جنایات رو چگونه توجیه میکنی. من گفتم که در پیغام خصوصی تقدیم دوستان عزیز کردم که بزرگترین درسی که ما میتونیم از این فداکاری ها بگیریم این هست که قدر یکدیگر رو حالا بدونیم. دیانت رو آلوده به خشونت نکنیم. یک تاج فقط بر سر ما نهاده شده و اون تاج انسانیت است و باید یه تشکری بکنیم از این جنایتکاران که به نام دین این جنایات رو انجام میدند. شاید تعجب کنید که چه تقدیری، چه تشکری، چه سپاسی، چون هیچ بهتر از اعمال این افراد نمیتونست به جامعه نشون بده که اگر دین به سیاست و حکومت آلوده بشه چنون هوای خفقان آوری ایجاد میکنه که همگی ما مسموم خواهیم شد. من تشکر میکنم از ایشون، با نهایت وجودم تشکر میکنم، چون شنیدن این خاطرات، گفتنش سخت هست، شنیدنش سخت هست، اما عبرتی است برای من بهائی که بدانم دین سبب الفت و محبت اگر نشود بیدینی بهتر از دین. با امیدوارم هرگز هیچ کدام ما گرد خشونت نگردیم. با این جمله وصیت‌نامه حضرت بهاءالله من مراتب سپاسم رو خدمت ایشون و شما سرکار خانم لحظه تقدیم میکنم. حضرت بهاءالله میفرمایند منظور این مظلوم از حمل شدائد و بلایا و انزال آیات و بینات اخماد نار زقینه و بغضا بوده و هست. یعنی منظور حضرت بهاءالله می فهمند از تمام این لطمات و صدماتی که دیدم و این اصولی که برای شما گذاشتم، خاموش کردن آتش و بغض، کینه و فساد هست. و امیدوارم این مهمترین درسی باشه که در عرض این دو ساعت شما به ما آموختید. متشکرم. شب و روزتون خوش. میکروفون آزاد هست. بسیار متشکرم جناب پرویز ایزدی. خانم روحی‌زادگان خیلی ممنون از حضورتون. یک بار دیگه این دومین نشستی بود که لطف کردید و به این اتاق
فرصت دادید که با شما گفتگوی داشته باشه. امیدوار هستیم که پیروز و پاینده باشید و باز هم در این اتاق پذیرای شما باشیم. تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز واقعا، و امیدوارم که همونطور که واقعا آرزوی قلبی همه ما هست، به زودی این اختلافات، این تعصبات از بین بره و همه مردم ایران به ایران خدمت کنیم، در نهایت محبت و اتحاد مثل همیشه با هم زندگی کنیم. تشکر میکنم که شما در این واقعا خدمت میکنیم و پیامو به گوش مردم میرسونید. موفق و سربلند باشید. تشکر میکنم. خدا یار و یاورتون باشه. مرسی، یک بار دیگه سپاسگزارم. در تماس خواهیم بود. پاینده باشید. خدا خدا نگهدارش. خب دوستان عزیز، در اینجا مصاحبه دوم ما در واقع با خانم روحی‌زادگان به انتها میرسه.